بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز، امروز در قسمت برنامه دوری لایف یک خانم را داریم امرای خود که هم متضرر است، هم از مجبوریت از وطن دور شده و کسی است که قربانی حوزهای ناجوانمردانی بعض اشخاص بی سویه و بی فرهنگ شده و خودشان وقت میدیم. سلام بانو نفیسه نایب. سلام، خسته نباشین. سلام، خوب هستین؟ خدا کنه که جور باشین. بسیار خوب، چیز گفتنی به بیننده ما داشته باشین؟ امروی بیننده سلام علیکم میخواییم کنیم. بله، سلام فراوان و گرم خدا و کلگی از او اشخاص که صدای ما رو میشنون تقدیم میکنم و امیدوار هستم که با قصه کردن اتفاقایی که افتاده خیلی زیاد جگرخونشان نسازم و تشکر از شما. ما هم امید میکنیم که خدا کنن که به مشکل رسیدگی شو، از این که کسی جگرخون شو و کسی عشق به جای بریزه، بهتر است که با مشکلات که در جامعه ماست، ضعف که در جامعه ماست، ای باید برکنار شوه و دولت و حکومت و ملت باید مقابل از این رقم اشخاص افراد که در جامعه ضرر می رسانن و به جامعه و به مردم باید استاد شوند. خب میایم روی سوال اول ما. خانم نفیسه، ما میفهمم که مشکلات براتان ایجاد شد، شما رفتین ترکیه سفر کردین و مسافر شدین و مجبور شدین از وطن دور چی کنیم؟ این دیگه یک ضعف کلان است که در حکومت ماست، دولت ماست، بیتوجه استن. مشکل در افغانستان ایست، اگر یک کسی بیکس بود، یک کسی مشکل داشت، یک کسی غریب بود، نادار بود، باید همین رقم زیر پای شوه، مثل از این که مثلا مسای شهید، مثل تبسم شهید، مثل فرخنده شهید. امروز وقتی که خودت زنده ماندی، در قصه زنده بودن یک انسان خود نیستن، حتی حداقل باید یک پرسان میکردن که نکردن. بسیار جای تاسف است. فعلا خودت با چی مشکلات در ترکیه، با چی مشکلات روبرو هستی؟ از مردم چی توقع داری؟ واقعیت من توقع از مردم نمیتونم داشته باشم. بالاخره مردم ما هر کسی که وقتی نیاز کمک داشتیم نزدشان آمده یا کمک کرده یا میکردن نشده من نتونستن پیدا کنه. او دیگه این یک بخش جدایش است، ولی من از دولت توقع دارم، خاطر که ضررهایی که به ما خورده هیچ قابل جبران نیست. بله. مثلا که در صورت ما هست، من یک گوشم از دست دادم، چشم من همچنان از دست دادم و دستم پایم کلن دیگه از لحاظ جسمی و سلامتی، یعنی بگویم شاید 20-30% هم دیگه با من اطوری یک قدرت بسنده که من بتانم حداقل و اولادایم یک مادری باشم که تا یک امام کده بتانمشان. باور کنین که این مقدر قدرت در وجود من هم هست. بله، واقعا وقتی که یک آدم یک آیسته یک زخم میورداره دستش یا پایش، یک هفته ناله میکنه که چطور میشه. شما خو واقعا نسبت تنتان در سوزش تیزاب میسوزه. بسیار جای تاسف است. ما یک چیز میخوایم شماری بانو نفیسه نایب در پایین تصویرشان میگذارم، اگر هموطنهای عزیز میخواه کمک کنه امرایشان میتونه مستقیم به تماس شوه. و همچنان از دولت خواهش ما ایست که ای قضیه اگر از اولادتان باشه، ای قضیه اگر از دخترتان باشه، اگر از بچهتان باشه، اگر از خانمتان باشه، سرشوی نمیتونه یک حالت دهه، شما چی میکنین؟ شما او وقت باز چی عکس العمل اجرا میکنین؟ این رقم نکنین اولاد ای وطنتان، سیاسرتان بی سرپرست و بی سرپناه نسازین، مردم مجبور از وطن نکنین، گریزان نکنین. این قضیه باید پیگیری شوه، باید پرسان شوه که چرا. اگر شما میخواهید که سبا
خانمای خودتان، اولادای خودتان در امن باشن. دیگه سوال من ای است خانم، که همین یادمه که برای تی ضرر رسانده این مشکلات برای ببار آورد، نامش چی است؟ چی کار میکنه؟ در کجا است؟ اگر کم معلومات بتیده بارش. بله، اینا در کابل هستن و از کاروبار شخصیشون اطلاعی ندارم. نامش هم امان الله دربازه و در کابل خانهشان هم همونجا هست. فامیل داره، خانم داره. یک آدمی هست که مثلا از ما که یک هیچ نباشه یک 20 سال کلانتر هم هست. دیگه از کاروبارشان در کدام چوکی و مقام دولتی هم نیستن. دیگه کاروبار شخصیشان هم قدر در جریان نیستم. فقط همه قدر میفهمم که خیلی پول داره، چندین تا پلن منزل داره در سطح شهر کابل با مرکز و چارایی اسبا و طلا دارن و بسیار، یعنی هرچی که خود میگیره که یعنی من یک کسی هستم. فقط صرف اونمو پولش هست که برش به نظر خودش خیلی برش خوبیت داده که دیگه باید چون پول داره هیچ کس در مقابلش استاد نشه، نه برش نگویه و هیچ کس حق ای حق نداره که ازش شکایت کنه، نامش بگیره. ما باور کنین همیالی هم تهدید میشم و ما همیالی هم خیلی نگران هستم، حتی آدم ترکیه هم که زندگی میکنم نگران هستم، چرا که من یک باری اشتباه را کردم و تهدیدی که شدم نادیده گرفتم و بالاخره قدر یک ضرر و من رسید و در این حالت شدم. و متاسفانه متاسفانه خود دولت مردای ما، خود امو کسایی که من حتی تا زارنوالی تا همه جای شکایت من رسیده بود، این قضیه رسانه‌ای شد، از تلویزیون ها آمدن مصاحبه کردن، خیلی از وکیلا آمدن، دیگه خیلی قولای خوبی به من دادن، به من قول دادن که ما در کنارت هستیم، ما نمیمانیم که در ایالت بمانی، چون که ما خود ما از خانواده و فامیل طور یک کسی در رأس دولت نداشتیم، ما کدام پول و پیسه هم نداشتیم که حداقل از طریق پول پیش بریم، واسطه هم نبود و بالاخره اینم طور فراموش شد و نکردن، فقط عکس گرفتن، اونم قولا را دادن، با ما لایف گرفتن و گفتن که ما برای کمک میکنیم. خلاصه تمام کار پول کرد و نه وکیل گفته، امو مسئله آمیانه نه وکیل آنتن میته، نه وزیر آنتن میته، نه قماندان آنتن میته، کلشان از سر تا آخر دروغ میگن، لاف میزنن، پتاق میزنن، تمام روز مردم به تمسخر میگیرن، میاین امرایشان سلفی میان، ولی وعده به دروغ نکنین، مردم انسان است، انسانیت داشته باشین، شرافت داشته باشین. این نهایت بی‌شرمی است، این نهایت بی‌غیرتی و بی‌ننگی یک دولت نشان میده که یک سیاسرش هم متضرر میشه، هم فراری میشه، هم هنوز هم در صدها مشکلات دچار باشه. بسیار باید بشرم، واقعا جای تاسف است و آدم جگرخون میشه. ایره براتون بخیر، با جرات میتونم بگویم که درست است، من 3 تا اولاد دارم، اولادای من اگه من هر رقم باشم بازم زنده بودن من نفس من برشان تلاس، اما باور کنید خودم اصلا خوشحال نیستم از زنده بودنم، اصلا خوش نیستم که مثلا فرخوندم مرد فلانی ای شد، شکر که من زنده هستم، چون بر من هر روزش یعنی مرگ. خیلی ها نصیحت میکنن من، میگن که خیر است شکر بکش حداقل یک چشمت سالمه، درست است شکر میکشم در میالتی که هست، بازم من ایمانم به خداوند از دست نمیدم، اما چرا ما هم حق داشتم زندگی کنم، ما هم حق داشتم از وقت بله دید. هیچ انسان حق نداره حق زندگی کردن دیگه کسی بگیره، هیچ انسان حق نداره حق زیبایی کسی رو بگیره، حق زبان کسی رو بگیره، حق دید کسی رو بگیره، هیچ حق حقوق است که هر انسان خداوند برش تعیین کرده و خداوند برش داده و خداوند حق گرفتنش داره. ولو که آدم هر چیز و هر مشکل و هر گونه مشکل و هر نوع پرابلم خودش شخصا داشته باشه، باید هیچ کسی یق نداشته باشه که تیه کار بیغیرتی و بیننگی و بینمسید در حق یک کسی بکنه. بله اطور بود که بر من این مهم بود، من شوهرم امیالی هستن در کنارم،
و به من می افتخار است. من اگر در قصه پول و ثروت کسی می بودم، خب در اول در می گپ خیلی پافشاری می کنم که باید با کسی که ازدواج می کنم پول داشته باشه، ولی به من این مهم بود که من یک انسان هستم، من حق دارم، حقوق دارم و کسی باید باشه من امراش زندگی کنم که به من ارزش بده و به حق و حقوق من پایبند باشه. برای من پول داشتن و نداشتن و این گپا مهم نبود. از این خاطر خودم کار میکردم، دست و پنجه با زندگی و مشکلاتش و اولادداری و تمام چیزا نه و تازه کمک زندگی من رو نقد گرفته بود، دیگه اولادکایم بود، نه و کمی میخواستم به آرامش برسم. بالاخره یک خانم وقتی 31 ساله میشه، اوج زیباییش هست، اوج خوبیش هست، هر انسان، هر خانم اینه میرقن هست، نه تنها. بله، متاسفانه که متاسفانه ای از بیفرهنگی ماست که چند قران پیدا میکنیم، یک چند روپا پیدا میکنیم، موترهای شیشه‌سیار رو بالا میشیم، مردم آزاری رو شروع میکنیم، به عوض از اینکه دست یک غریب، دست یک خواهر، دست یک برادر خود بگیریم، به عوض از اینکه بالای غریبا ترحم کنیم، برشان هنوز هم درد سر میشیم، پرابلم میشیم، برشان مشکلات میافرینیم. بسیار شرم‌آور است. خانم نفیسه، میخواستم بفهمم که پیامت بر رئیس اجرایی و بر رئیس جمهور چی است؟ واقعیت ای پیام من خیلی به جرأت میتونم برشان بگویم که مردا افغان ها مردیشان، غیرتشان به از طریق ناموس خود به همه دنیا میشناسانه که ما با غیرت هستیم، مثلا ناموس ما را. ولی من ناموس اونمو وطن بودم، اگر واقعیت افغان هستن، اگر مرد هستن، من ناموسشان بودم. این اتفاق بعد به من افتاد، دست من گرفته نشد، به من هیچ کمک نشد و تا که تانستن بازم اینمو مردم بازم به خدا تحقیر کردن، بازم یعنی چیزایی گفتن که معذی حالت من کرده در او صحبت ها و در او گفا خیلی زیادتر جگرخون می شدم. پس از آقای رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله، فقط خانواده شما ها نیست که، فقط اونا انسان هستن و حق زندگی دارن در بهترین جاهای دنیا. پس ما هم انسان هستیم. اگر میگن که باید مثلا در چوکی دولت بشینن، به خاطر چی میشنن؟ به خاطر چی قدر مبارزه دارن که حتما باید یک چوکی رو بگیرن؟ که چی کنین باز؟ مثلا چی باید کنین؟ روز به روز مردم کشته میشه، روز به روز مردم توهین میشه، تحقیر میشه، از غیرت و از همه چیز دیگه افغانستان مان تمام شد، هیچ چیز دیگه نیست. همه قدرم که اگر مردا بنین میخوشونت علی زنا اگر غیرت خود نشان نده، دیگه کسی کاری نمیکنه برای افغانستان. من نمیفهمم یک چیزی رو میفهمم. خانواده فقیر دوا نشده، درد کسایی که شهید دادن، درد کسایی که اشتکا و طفلایشان از بین رفت، درد کسایی که از گشنگی، از نداری، از بدبختی دست هر کار میمانند و هیچ کسی نیست که دست از اونا رو بگیره، کمک کنه، یک کار مفید کنه. اما تمام روز از فساد اداری هم که زیادتر در افغانستان چیز بد و شرم‌آور به خانما گفته میشه، یعنی تمام خانمای افغان بد هستن و این بدا خودشان بد شده. یعنی هیچ مردا که خودشان با غیرت میگیرن و دم از ناموس میزنن نقش نداره در بدی خانما. پس اگر واقعیت است، اگر رئیس جمهور و دکتر عبدالله اونا همین نظریه دارن، وقتی که قدرت دارن حمایت نمیکنن، یک گام مثبت بر نمیدارن، پس اگر واقعیت نظری است که زنای افغان کاملا مستحق اقدر خشونت هستن، یک باره همه را جمع کنن، یک باره از بین ببرن، زیر خاک کنن، راحت آرام با غیرت با وجدان زندگیشان در افغانستان آقایان پیش ببره. بله بله بله، واقعا گپایتان قابل درک است. ما میفهمیم که براتان بسیار درد رسیده، همچنان به همه ما درد رسیده. کسایی که درک دارن، منطق دارن، فرهنگ دارن، این مسئله را درک میکنن، میفهمن که چی گپ هستن. من یک چیز کوتاه میخوام در آخر بر همه گی بگویم که ما میخوام بگویم که
این ملت خفته چی وقت بیدار میشین؟ شما چی وقت سر میکشین؟ چی وقت از خود دفاع میکنین؟ چی وقت بر خود خدمت میکنین؟ سیاسرتان، اولادتان، طفلتان، جوانتان، پسرتان همیشان از دست شما مسافر شد. شما چی وقت صدایتان رو میکشین؟ و دولت میگم، دولت اگر واقعی هم شما غیرت افغانی دارین، همت و چی میگن آبروی افغانی دارین، ناموستان در خطر است، ناموستان رو نگاه کنین، اولادتان رو نگاه کنین، دخترتان رو نگاه کنین، بچهتان رو نگاه کنین. این چی حالت است که سر شما آمده نیست؟ شما یک نفر کلدور، یک نفر دوست، یک نفر رزن، یک نفر لندغه را شما جمع نمیتونین. پس شما چطور همراه تروریست و همراه طالب و همراه داعش جنگ خواد کردین؟ اصلا این قابل پذیرش نیست. دیگه من چیز گفتنی ندارم، واقعا جگرخون شدم. میخوایم برنامه را در اینجا ختم کنیم. خانم نفیسه، اگر کدام گپ آخر گفتنی آخر تام داری برام بگو. و ما دوستای عزیز شماره خانم نفیسه را در روی تصویر در روی سکرین میمانم. هر کسی که همراهش کمک میکنه لطفا برش دروغ نگوین، با دروغ زنگ هم نزنین، با درد دل اضافی هم کسی ضرورت نداره. اگر کمک میکنین سیاسر هست، هموطنتان هست، در کشور بیگانه رفته، از بیچارگی افتاده، دستش بگیرین کمک کنین. اگر نه، با دروغ هیچ کس زنگ نزنین، هیچ ضرورت نیست، هرچی که برش خدا رسان میرسانه. دیگه تشکر دوستای عزیز و میخواستم که پیام آخرتان خانم نفیسه بگوین. تشکر از شما هم، بسیار زیاد از شما ممنون هستم. انشاءالله که خداوند امی رقم که شما در فکر یک کسی که میفهمین که باید در فکرش باشین، باز هم از غیرتتان، از همتتان تشکر میکنم که حداقل برای یک چند دقیقه ما فرصت پیدا کردم صدای ما بکشم و یک کمی از دردای دل ما بگویم. و چیز دیگه ای که من میخوایم اینی میستم، من به کلگی اینی میخواهشم میکنم، خواهش مینمیست و بیخی تقاضا میکنم، تمنا میکنم، دستایشان هم میبوسم که لطفاً قضاوت نکنین. لطفاً قضاوتی که ازش مطمئن نیستین، از چیزی که میگین شما درست با خبر نیستین، قضاوت نکنین. قضاوتایتان مثل یک خنجر از در قلب آدم ها. خدایش من از امی حالت جسمیم کردم که به حالت شده، از قضاوت‌های مردم و او خنجرهایی که میزنن خیلی ناراحت میشم، خیلی جگرخون میشم. به خدا تا حدی میشه که میگم هیچ دیگه زنده نباشم. بله واقعا مردم ما واقعا زبان بد دارن، قضاوت بی جای میکنن، انسان نادیده او نادیده موضوع خود از پای میکشن. اونم تو که فرخنده را قضاوت کردن بی جای، اونم تو پشیمان شدن. باید دست از قضاوتای بی جای قاضی انسان ها تنها خداست و تنها همو قاضی است که در محکمه میشینه. شما لطفا دست از قضاوت، دست از دشمنی های ناق، دست از گفتای ناق و بی جای و بی منطق دست بردارین. بسیار شرم‌آور است، بسیار بد است. قرن 21 است، سال 2019 است، مردم پیشرفت میکنه. گفت زدنتان یاد بگیرین، شیشتنتان و خیستنتان یاد بگیرین. نه با زن کسی، نه با اولاد کسی، نه با بچه کسی تعرض نکنین. اولاد خود در پیش چشمتان بیارین. این کارهای غلط اصلا دیگه انجام نتین. دیگه خانم نفیسه تشکر میکنم از خودت. خدا کنه که گپای دلت چیزی که در دلت بود گفته باشی. انشالله که برنامه را همگی خود دیدن. سپاس بیننده های عزیز. لطفا اگر شما هم کدام مشکل دارین میتونین همراه ما در دوری لایف در اینستاگرام به تماس شوین. ما حتما در خدمتتان هستیم، مشکلتان روی صفحه روی پرده میاریم. و همچنان هر کسی که میخواه که همراه ما در مصاحبه باشه میتونه همراه ما به تماس بگیره، مشکل خود همراه ما شریک بسازه. تا حد امکان کوشش میکنیم که مشکلشان رو حل کنیم. خداوند حافظ و ناصرتان. سلامت باشین. زنده باشین. تشکر یک جان. انشالله که موفق و سربلند و پیروز باشین. خداحافظ.